جهت مشاهده ویدیوهای بعدی جام تخت جمشید را سابسکرایب نمایید. پرسپولیس خیلی خوب بازی کرد. پرسپولیس مثل آرسنال بازی میکرد. با خدا. یعنی نه مثل الان آرسنال. مثل تیپ اون بود. حمله ای بود. اصلا همه تیما رو درده. همهش میرفت دوست برزن. خوب بود. تیم قوی بود. خیلی قوی. آقا فریدون که عرضم خدمت شما یک هافبکی در حد و حدود یه تانک. ما اینی بازیکن قدرتی بود. خیلی محکم. نهایت تجربه داشتم آقای فریدون معینی و حرکات قشنگش. فریدون معینی یه بازیکن جنگنده و خوبی بود. تخریب میکرد بازی حریف. به عنوان یک هافبک دفاعی واقعیت کمک حال دوتا دفاع وسط ها خط دفاعی بود. بسیار آدم جنتلمن تصویر کرده و وارسته. اما بهترین ویژگیش شوتزنی بود. آینه شوتزن بود. آینه اندازه چیز شوتزن بود. خیلی پلیس خوب و با اخلاقی بودن برای این و ضربه های کاشتش هم هیچ وقت یادم نمیره. اولین بازی که ما با تیم برق اومدیم جلو پرسپولیس کردیم 1-6 زده بودیم، برنده بودیم. یه گل آقا فریدون کاشته زد، شدیم 1-1. استاد فریدون معینی، پست هافبک چپ، باشگاه راه آهن، دارایی پیکار و پرسپولیس، هافبک تحصیل کرده و شوتزن فوتبال ایران، عضو تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان و سومین چهره برگزیده سال 1348 فوتبال ایران. شماره 6 در فوتبال اغلب با واژه هولدر یا هافبک نگهدارنده تعریف می‌شود که به واقع ستون حقیقی یک تیم فوتبال است. با این حال اما استاد فریدون معینی در سیستم 4-3-3 اغلب در پست هافبک چپ برای سرخپوشان بازی کرد. او شماره 6 دو تا از باشکوه ترین تیم‌های تاریخ فوتبال باشگاهی ماست. پرسپولیس هراس‌انگیز آلن راجرز، حد فاصل سالهای 1350 الی 1352 و همچنین پیکان شکست ناپذیر سال 1348. استاد شما اون ساله اول از چقدر هم درخشان، یعنی کاپیتان تیم جوانان سال 44، اولین تیم ملی جوانان بود که شما جز ستاره های اون تیم بودی. اون سال نخست شرایط به چه صورت بود؟ چگونه فضای زمین خاکی ها؟ چیزی که به خاطر دارم واقعا سخت بود و پدر مادرها اصلا با فوتبال آشنا نبودن و زمین ها پر از سنگ های قلب سنگ حتا میتونم بگم، ولی علاقه شدیدی با من بود. اگر بازیکن‌های قدیم بازیکن شدن به نظر من
انگیزه خیلی قوی داشتن برای بازی. مدارس هم خیلی کمک میکردن. یه معلم ورزش داشتیم یادم نمیره، آقای شاکری. این مثلا فوتبال میساش فقط. من موقع با توپای لاستیکی کوچیک روی زمین مرسم آسفالت بود، تازه آسفالت کرده بودم، دریپ میزدم. این خیلی هم من خوشش میمد. بعدش رفتیم دبیرستان وحید. دبیرستان وحید هم یه زمین بسکتبال پشتش داشت، اونجا گل کوچیک بازی کردیم. گل کوچیک، بازی کوچیک واقعا خیلی تو رشد فوتبال تاثیر داره به نظر من. حتی محلات هم ما بازی میکردیم توی خیابون. ماشین خیلی کم بود، خیلی کم. همونجا گل کوچیک بازی میکردیم، چهار به چهار، پنج به پنج. حتی یه خاطره دارم، پدر من راننده یه قطار بود، راهن، و این تو خیال خودش برای من یه کفش خیلی قشنگ از تبریز که تازه ایستگاهش خطش رو افتاده بود آوردش. من اصلا دلم نمیمد این کفش رو بپوشم. رفتیم بازی کنیم، کفش رو در بردم گذاشتم همون گل کوچیک که داشتم اون کنارش. پا برهنه بازی میکردم همش، پا برهنه بازی که اومدم دیدم کفش رو بردن. یکی از خاطرات ماست. بازیکنهای خیلی خوبی پرورش پیدا میکردن اون موقع، مخصوصا من که تو تیم راهم بودم. آقای مددنوعی خدا رحمتش کنه واقعا استعداد شناس بود. یعنی هر بازیکنی رو که فکر میکرد آینده داره خیلی بهش فرصت میداد. من خردسال بودم، تیم راهن اول شد تو تهران. زمان آقای مرحوم مبشر، اون موقع یکی از دوستای صمیمی من انتخاب نشد، حالا اسمش هم نمیگم. به قدری من افسرده شدم، گریه میکردم چرا این انتخاب نشد. یعنی این نشون میده که ما وابستگی دوستیمون اون زمان خیلی زیاد بود نسبت به هم. بعد اساس اون سالا شما آقای وطنخواهی دارم تو اون محیط، آقای بیوکی وطنخواه، آقای رضا وطنخواه، تو چون محیط راه آهن شما فرمودین خیلی فوتبال خیز بود اون محیط. بله، ما کوچه عدالت توی خیابون یخچال نزدیک مختاری شاپور. اتفاقا آقای وطنخواه نزدیک خونه ما بود، خونش. و اون بیوک من خیلی دوستش داشتم. با رضا هم صمیمی بودیم، خیلی از بچگی با هم بودیم، خیلی با هم بودیم. بیوک تیم ملی انتخاب شد، رفت با تیم ملی اندونزی رفت، یا پاکستان بازی داشتم، پاکستان رفتم. بعد برای من هم یه پیرهن آورد بیوک. من بیوک الگوی اولیه من بیوک بود، خیلی بازیشو دوست داشتم. واقعا خوب بازی میکرد، چون هافبک بازی میکرد اون موقع، میونه زمین بود. به نظر من یه دونه توپ بی هدف نمیزد اون موقع. به همین مناسبت که فکرش خیلی کار میکرد، سالها اومد دفاع وسط بازی کرد تو پرسپولیس با آقای کاشانی، چون واقعا شعور فوتبالش خیلی خوب بود. رضا هم همینطور، رضا هم بک چپ خیلی خوبی بود. اینا خب میدونید که خیلی چیزا جنتیکه واقعا. آروم اونجا تیم راه آهن تو مسابقات دست دو خوب نتیجه میگیره، میاد دست یک و شما تقریبا جزو مهره های درجه یک اون تیم هستید. سال 44-45 بازی که به ذهنتون مونده باشه یا نکته ای اگه خاطرتون شد تیم راه آهن که تیم راه آهن بودیم، ما با تاج بازی داشتیم. دو هیچ میشه؟ آره دو هیچ. آقا مداد خدا رحمت کنه به من گفت میخوام امروز بک وسط بازی کنم. دفاع وسط تو خدا من بازی نکردم تا الان.
خیلی ناراحت بودم. تو خوب بازی کرده بودم تو آفبک، من شناخته بودن و یه عکس انداخته بودم با پاس بازی کردم، یه گل به پاس من زده بودم کاشته. بچه من میترسید اون موقع از این امیر آبتاره، یه کاشته شد خودش میرم فامیس بود اونجا دیگه، ما خودش همه کاره بود امیر آبتاره بازی میگه دستی گشته بود تو مرواسم فری یعنی گفت فری نمیدونم چی بگی بلاختم گفت بیا بزن این مقاسم. بعد روز بازی تاج باور کن در فوتبال دهه چهل شمسی باشگاه هموار سازنده راه آهن اغلب حریفی دشوار برای بزرگان تهران، شاهین، تاج، دارایی و پاس به شمار می آمد و از سوی دیگر لوکوموتیو رانان رابطه‌ای بسیار نزدیک با باشگاه تاج داشتند و به نوعی تیم دوم آبی‌های تهران محسوب می شدند. با این حال اما آنها بهترین بازی‌های خود را اغلب مقابل همین تاج انجام می‌دادند. یکی از بیادماندنی‌ترین این بازی‌ها تقابل تاج و راه آهن در چهارچوب رقابت‌های هفته سوم فصل 1346 می‌باشد و این تصویر همان تیم راه آهن است که در روز 29 اردیبهشت 1346 با دو گل زیبای نیمه دوم تاج بزرگ را مغلوب نمود. درخشش کم نظیر دروازه‌بان مجید روستا و بهمن نوروزی و حسین همیشه جوان و همچنین برادران معینی، فریدون و مسعود از نکات قابل توجه این بازی خاطر انگیز می باشد. نمیدونم حالا چجوری بازیم گرفته بود، یه توپ نزدش کنیم من فوروارده ای تا دویش بردیم بازیم. فوروارده خیلی خوبی هم داشتن، آقا جباری بود اون بازیم. خلامسه مجرمانه نه خلامسه هم نمیدونم هنوز نمیدونم آقا جباری بود، آقا مصطفی بود آره خیلی نمیدونم. اتفاقا استاد از همون بازی یه اصلاحی تو آرشیومون هست، صحنه حمله تیم تاجه که واکنش آقای روستا، شما هم حضور دارید، البته خیلی کوچیک، دفاع تشریف دارید و آقای روستا هم دروازه‌بان جالبه. ولی بازی خوبی می‌کردیم، دفاع نمی‌کردیم اصلا. این کوچیک خیلی تیم رو بازی از اون تیم اومدن بود. آقای جباری هم راهن بودن یه پس. آقا چجوری راهن اینقدر بازیکن صادر میگرد؟ زمین فوتبال داشت، تیمایه داشتیم، جمعیت جمهور شهر تای تهران اونجا بود، یه جوادی هم ساختن بود، خیلی فاصله بود بینش، چی نبود. بعد تازه نوآبان شد شهر و ناسی‌آباد بود، این راهن دیگه تای تهران بود دیگه، اونجا این زمینه بود و کلی بچه، یه اکبرآباد بود اینجا، یه 400 دستگاه بود اون بعد. مربی هم فقط آمدد بود رو توزیم. آره مربی اونجا آمدد، سرپرستی میکردن، مربی گری میکردن، زمین رو بزن. استاد من یه چند جا به صورت اتفاقی نام شما رو تو اسکواد تیم شاهین دیدم حوالی سال 43، خاطرتون هست چی شد و حدوداً چند تا بازی برای شاهین انجام دادیم و چرا این همکاری ادامه پیدا نکرد؟ من تیم راهن بودم اون موقع، دکتر اکرمی خدا بیامرز از که فرستاد دنبال من که بیام شاهین، بخیر اینا اومدن من بردم، ما تیم شاهین رفتیم آبادان، حالا داره یادم میاد، یادم رفته بود باور کن، رفتیم آبادان تو ایستگاه راهن، خدا بیامرز آقای مدنوی اومد گفت من نمیذارم این ببرینش،
خواست منو بیاره پایین از قطار، با قطار رفتیم و بعد مدت کوتاهی من تو شاهین بودم. خاطرم هست یک تیم خارجی اومد منو نذاشتن بازی کنم و منم تصمیم گرفتم برگردم راهن، چون دوست داشتم بازی کنم، واقعا دوست داشتم بازی کنم و ناراحت شدم پیش خودم، گفتم که اگر اینجا من بازی نکنم جالب نیست برام، حتما باید بازی کنم. این بود که برگشتم راهن. اون موقع کوچ کی بود شاهین؟ فکر میکنم آقای دهداری بود، مرحوم دهداری. چندین بارم منو خواست، رفتم شرکت نفت، کارمند شرکت نفت بود توی میدون امام نزدیک میدون امام، اونجا یه ساختمونی بود برایش. من وقتی خوب باز کردم دیگه تیما دنبالم بودن، تیم تاج فرستاد دنبالم، من سرزر زدم این توپو رفت سکنج گوش. فرداش آقای بکنم محمود قیتی بود مربی تاج رو در قسمت بعد. هافبک اخلاق مدار باشگاه پرسپولیس شرح خواهد داد که چگونه در سالهای نخست فاصله‌ای با پوشیدن پیراهن آبی نداشته و نیز چگونه در واپسین لحظه دست تقدیر مسیر ورزشی او را تغییر داد. در صورت اون موقع راجرز تغییر داده بود فرمیشن تیم ما رو، قبل از اون همه تیم‌ها 4-2-4 بازی می‌کردن، 4 تا فوروارد، 2 تا هافبک، 4 تا دفاع. راجرز تمریناتی که اومده بود 4 تا دفاع، 3 تا هافبک، 3 تا فوروارد. و همچنین استاد از عوامل موفقیت سرخپوشان در سال‌های نخست و به ویژه شیوه سراسر تهاجمی آلن راجرز می‌گوید. مشاهده قسمت بعدی این گفتگو به شدت به علاقمندان تاریخ باشگاه پرسپولیس توصیه می‌گردد. جهت مشاهده ویدئوی بعدی جام تخت جمشید را مشترک شوید.